خب دوستان، در ادامه جلسه قبل میخواییم در رابطه با ساختن سافت لینک ها با هم صحبت بکنیم. همونطور که گفتیم سافت لینک ها تفاوتی که با هارد لینک ها دارن اینه که میتونن دو تا رگولار فایل رو توی دو تا فایل سیستم مختلف به هم دیگه لینک بکنن و ما از سافت لینک ها میتونیم برای ساخت لینک به یک دایرکتوری هم استفاده بکنیم. ما برای اینکه یک سافت لینک ایجاد بکنیم از دستور ln با آپشن -s استفاده میکنیم. فرض کنید من یک فایلی دارم به اسم symlink.txt و یه محتوایی داخلش دارم. من برای اینکه از این سیم لینک بتونم یه سافت لینک ایجاد بکنم برای این فایل از دستور ln-s استفاده میکنم و آدرس بهش میدم، میگم که /home/transition/symlink.txt به یه فایل سیستم دیگه، به عنوان مثال توی /tmp به new symlink.txt. من به محض اینکه اینتر بزنم این سیمبولیک لینک برای من ساخته میشه. بریم تفاوت اینها رو با هم ببینیم. همینطور که میبینید فایل symlink.txt که در مسیر /home/transition قرار داره با یوزر مسیر خانی گروه ترانزیشن و این نوع پرمیشن به علاوه این آینود وجود داره. ما اومدیم از روی این یه سیملینک ساختیم به اسم newsimlink.txt در دایرکتوری /tmp. وقتی که خروجی ls رو نگاه میکنیم میبینیم که این فایل داره اشاره میکنه به symlink.txt که توی دایرکتوری ترانزیشن توی دایرکتوری هوم وجود داره. شباهتاشون با هم اینه که اونرشون یکی هست، گروهشون یکی هست. خب عدد هارد لینک که هیچ‌وقت عوض نمیشه چون یه سیمبولیک لینکه. نوع پرمیشنشون فرق میکنه و به جای اینکه مثل فایل اصلی رگولار فایل باشه اینجا کاراکتر L رو میبینیم که نشون دهنده سیمبولیک لینک است و همچنین آینود دو تا فایل هم با هم فرق میکنن. چرا فرق میکنن؟ برای اینکه این نیو سیمبولیک لینکی که ما ساختیم .txt که ما ایجاد کردیم داره اشاره میکنه به اسم این فایل. در واقع داخل این نیم این مسیر وجود داره. یعنی اگر من بیام کت بکنم /tmp new symlink، دیتای symlink.txt رو به من نشون میده، ولی آدرسی که داخل new symlink.txt هست آدرس اسم فایل symlink.txt هستش. حالا میخوایم یک کار دیگه بکنیم. توی هارد لینک گفتیم که اگر ما فایل اصلی رو پاک بکنیم هارد لینکی که از روش ساخته شده همچنان کار میکنه و به دیتا اشاره میکنه. چرا؟ چون ما اسم فایل رو پاک کردیم ولی دیتا همچنان روی هارد دیسک هستش. آینودشون هم یکی بود اگر خاطرتون باشه. من میام اینجا فایل symlink.txt رو پاک میکنم. دستور قبل رو دوباره اجرا میکنم. همینطور که میبینید داره به من میگه که symlink.txt وجود نداره و newsymlink.txt که به symlink.txt اشاره کرده بود خب رنگش قرمز شده و اینجا داره با چشمک زدن به ما میگه که این فایل نیست، این فایل وجود نداره. پس اگر من کت بکنم /tmp
new symlink.txt به من ارور میده، میگه no such file or directory، من یه همچین فایلی رو ندارم. چرا؟ چون این فایل اشاره به اسم اون فایل داره، به دیتا اشاره ای نداره. حالا اگر من یک بار دیگه بیام فایل symlink.txt رو ایجاد بکنم چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته لینک برقرار میشه، دوباره new symlink برقرار میشه چون اسم همون اسم هستش، درسته؟ ولی آینود فایلی که من دوباره ساختم با آینود فایلی که قبلا ساخته بودیم فرق کنه. یعنی اگر من /tmp new symlink.txt یا خود symlink.txt رو کت بکنم، هیچ دیتایی داخلشون وجود نداره، چون ما فایل اصلی رو وقتی پاک کردیم دیتاش هم پاک شد. گفتیم که ما با سیمبولیک لینک میتونیم دایرکتوری ها رو هم به همدیگه لینک کنیم. به عنوان مثال من میام دایرکتوری ETC رو به یک دایرکتوری در هوم ترانزیشن به اسم نیو ETC لینک میکنم. برسه ls-li میگیرم از /etc و /home. قبل از اینکه اینتر بزنم من یک دی هم اینجا میذارم، یعنی اینکه مخفف دایرکتوری هستش که کانتنت این دوتا رو به من نشون نده، چون توی فایل توی فولدر /etc فایل های بسیار زیادی قرار داره. همینطور که میبینیم ما یه دایرکتوری خواب ETC داریم که یوزرش روته، اون گروهش روته، یه همچین پرمیشنی داره و یه همچین آینادی داره و اومدیم نیو ETC رو بهش لینک کردیم که آینادش با آینود /etc برابره و هر دوتاشون هم دایرکتوریه. یعنی من اگر از نیو /etc/ls بگیرم خروجی برابر هستش با خروجی /etc. پس دیدید که محتوا با هم برابره و ما تونستیم دو تا دایرکتوری رو به هم لینک بکنیم. حالا اگر من بیام این دایرکتوری رو پاک بکنم، خب دایرکتوری etc رو که نمیتونم پاک بکنم، میام یه کار دیگه میکنم، میام به عنوان مثال بینم دایرکتوری دانلود با یک دایرکتوری در tmp به نام دانلود tmp، این دوتا رو به هم لینک میکنم، این دوتا رو به هم لینک میکنم. خب و وقتی که ازشون خروجی میگیرم میبینم که هر دوتا خروجی با هم برابره، یعنی همه اون چیزی که من توی فولدر دانلود دارم با چیزی که داخل دایرکتوری لینک شده وجود داره با هم برابر هستش. حالا اگر من دایرکتوری دانلود رو پاک بکنم، درسته، من الان دیگه دایرکتوری به اسم دانلود توی خروجیم ندارم و بیام از دایرکتوری که لینک کرده بودم در داخل دایرکتوری tmp و ازش ls بگیرم، خروجی به من نشون نمیده، فقط مسیرش رو به من برمیگردونه. طبق همون قاعده‌ای که گفتیم سیمبولیک لینک به یک اسم اشاره میکنه.